در جلسه جدید هیئت دولت یک سری تصمیم گیری های جدیدی اتخاذ شد که در آن شهرنشینا و مردم ایران رو جریمه کنن نسبت به تخلفات به خاطر کمبود رعایت های پزشکی، مثلا استفاده از ماسک در محافل عمومی یا مثلا تجمعات چند نفره. ببینید، در اروپا مسئله کرونا یا مسئله اپیدمی ها یا پندمی های بزرگی مثل این معمولا تحت کنترل کمیته های علمی پزشکی هست و تمام تصمیم گیری ها از اونجا دیکته میشه. در ایران دستور از بالا میاد و این دستور از بالا رو همین رئیس جمهور شیاد، یادش هست، خاطرش هست که اگر میخواد جریمه کنه کسی رو باید جریمه کنه اول که دستور کنکور سراسری میلیون ها دانشجو رو داد، دستور بازگشایی زود هنگام مدارس رو داد، دستور عزاداری محرم و عزاداری ها در محافل پوشیده و سرپوشیده رو داد و تمام اینها چیزهایی بودن که دلایلی بودن که فقط کرونا رو زیاد کردن، گسترش دادن و باعث انتقالش شدن، حجم و بار کرونا رو در کل کشور، در سطح کشور اضافه کرد. ببینید، کسایی که میگفتن که این بیماری زودگذر هست، خامنه‌ای که میگفت این بیماری زودگذر هست و ساده هست و مثل تمام مسائل دیگه هست، و خود روحانی که میگفت قرنطینه یک چیز سطحی هست، یک چیز قرون وسطایی هست، اجرا نخواهد شد و متاسفانه الان تصمیم به محدودیت های موقت میگیرن، چند روزه میگیرن بدون پای علمی، کسایی هستن که دارن فقط به شیوع و انتقال کرونا و به گسترش و پخشش در سطح جامعه کمک میکنن. این نتیجه یک هدف برای این جریان هست، هدفی که اصلاً در مد نظر رژیم نبوده برای شهرنشینان. یعنی هدف اصلی گسترش کرونا بوده که به فرم تاکتیکی بتونن ازش استفاده کنن. وگرنه ببینید، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میاد میگه که 3 تا 4 برابر ما نسبت به آمار رسمی قربانی داریم. حالا من سوال میکنم از این روحانی شیاد که این همون آماری نیست که مقاومت ایران باز هم به فرم محتاطانه و محافظه‌کارانه قبلا اعلام میکرد و اعلام میکنه، همین آمار به هم نزدیک نمیشن؟ تمام کاربران رژیم، تمام کارفرمایان رژیم، چه از ستاد مختلف کرونا برای کنترل و مقابله با کرونا و چه در سیستم پزشکی کشور، همه به این آمار و ارقام اذعان میکنن و صحه میزنن. بنابراین ببینید که هدف اصلا کنترل کرونا نبوده و نیست، وگرنه ما به فرم تاکتیکی اینها 6-7 ماه تونستن این جریان رو فعلا بلوک بکنن و به فرم استراتژیک به نفعشون نیست و خیلی فراتر هست این بیماری از این چیزی که در توان رژیم باشه که با روغن بنفشه و یا با کرونا یاب این سردار خودش رو به فرم مسخره جلوی تلویزیون میگذاشت. و الان هم که تصمیم گرفتن که یک قرارگاهی به فرم امنیتی برپا کنن در تناقض با ستاد قبلی مقابل با کرونا، اینها فقط برای کنترل جامعه و امنیت جامعه به نفع خودشون هست. میخواستم در پایان فقط اشاره کنم که تصمیم گیری ها از بالا هست و تمام این معضل از بالا تعمدانه تصمیم گیری شده در این چند ماه و وگرنه اینها اصلا هیچ دردی از این مردم به خاطر کرونا درمان نخواهند کرد و حرکات اینا، رفتار اینها فقط این بیماری رو بیشتر شروع خواهد داد و متاسفانه این معضلی است که جامعه ایران باهاش در ارتباط هست.